سرخط خبرها، بازرس ویژه آمریکا، بایدن اسناد محرمانه جنگ افغانستان را در خانه خود نگهداری میکرد. وزیر خارجه طالبان، تعریف از حقوق بشر وجود ندارد اما دولت‌ها زیر نام آن تعریف میشود. واکنش رسانه طالبان، ایران به حزب الله دستور بدهد یا خودش با اسرائیل بجنگد و همچنان در پایان طالبان ندافی ایران را شروع کردن مشروع خبرها. بازپرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که جو بایدن اطلاعات محرمانه در مورد جنگ افغانستان را در خانه خود در ویرجینیا نگهداری میکرد. در گزارش آمده بایدن مدارک دیگر مسائل امنیتی را پس از معاونت ریاست جمهوری عمدن در خانه خود نگه داشته بود. بر اساس گزارش رابرت هور، بازپرس ویژه آمریکا، این اسناد شامل یادداشت دستنویس به براک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 2009 در مخالفت با افزایش برنامه‌ریزی شده نیروها در افغانستان و یادداشت‌های دستنویس مربوط به نشست‌های اطلاعاتی و امنیتی ملی بود. با این حال گفته شده که آقای بایدن با اتهامات جنایی روبرو نخواهد بود. بازپرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا جو بایدن را مرد مسن با حسن نیت و دارای حافظه ضعیف توصیف کرده است. طبق این گزارش بایدن در مصاحبه‌های روند تحقیقات یادش نمی آمد که چه زمان معاون رئیس جمهور بود و چه وقت به سرش فوت شده بود. گزارش وزارت دادگستری آمریکا گفت جو بایدن عمدن اسناد طبقه بندی شده دوران معاون ریاست جمهوری خود را در خانه و دفتر کار نگهداری و افشا کرده است که ایج اتهام متوجه و نیست. رابرت هور، بازپرس ویژه دادگستری آمریکا، در گزارش خود نوشته است که حافظه بایدن هنگام مصاحبه با تیم دادستانی به شدت محدود بود. وزیر خارجه طالبان، تعریف از حقوق بشر وجود ندارد اما دولت‌ها زیر نام آن تعریف می‌شود. وزیر خارجه طالبان می‌گوید تا اکنون تروریسم و حقوق بشر تعریف نشده اما حکومت‌های چون طالبان به خاطر آن تعریف شده است. متقی انتقاد کشورهای غربی از بازداشت و شکنجه فعالان حقوق بشر توسط طالبان را رد کرد و غرب را به برخورد دوگانه با حقوق بشر متهم کرد. امین خان متقی این سخنان را در مراسم فراغت 128 نفر از یک دوره 3 ماه از اینستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه این گروه بیان کرده است. متقی به کشتار هزاران فلسطینی اشاره کرد و گفت که درباره اقدامات اسرائیل چیزی گفته نمی شود. امین خان متقی تاکید کرد هنوز تعریف از حقوق بشر وجود ندارد اما تعریف های بنام آن بر برخ ملت ها و دولت ها اعمال می شود. اگر ضرورت باشد یک لشکر مهاجم انتحاری از افغانستان به حمایت از غزه می رود. نماینده ایران برای افغانستان می گوید اگر ضرورت باشد بیش از یک لشکر نیروهای استشهادی از افغانستان برای حمایت از غزه خواهند رفت. حسن کاظمی قمی به شبکه دولتی افق گفت که افغانستان دورتر از غزه واقع شده اما بخشی از محور مقاومت است. جمهوری اسلامی از گروه‌های تحت حمایت خود و سایر گروه‌هایی که علیه ائتلاف غرب اسرائیل در منطقه می‌جنگند به عنوان محور مقاومت نام می برد. آقای قمی در برنامه به افق فلسطین در شبکه دولتی افق در پاسخ به این سوال که آیا درباره مردم افغانستان حرف می زند یا افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفت افغانستان 40 سال است در برابر اشغالگر جنگیده و هیچ کس نمی تواند مصادره کند که این جنگ مختص به یک قوم و یک گروه است. جمهوری اسلامی از حامیان اصلی حماس و سایر گروه‌های فلسطینی است که علیه اسرائیل می‌جنگد اما رژیم طالبان تنها با صدور بیانیه‌های علیه جنایات اسرائیل و برگزاری تجمعات به چندان بزرگ در حمایت مردم غزه اکتفا نکرده است. طالبان ایران به حزب الله دستور بدهد یا خودش با اسرائیل بجنگد. المرصاد، رسانه طالبان به اظهارات نماینده ویژه ایران در کابل درباره اعزام مهاجمان انتحاری از افغانستان به نوار غزه پاسخ داده است. این رسانه پرسیده ایران چرا به حزب الله دستور جنگ نمیدهد و یا خودش به جای کشتن سنی ها در سوریه با اسرائیل نمیجنگد. یک رسانه متعلق به استخبارات طالبان به نام المرصاد در پاسخ به این اتهامات کاظمی قمی نوشت هم ایران و هم اسرائیل دستور نابودی اعراب سنی آن جایان نوار غزه هستند. المرصاد در ادامه نوشته است ایران در عراق چی میکند؟ ایران چه کسانی را در سوریه میکشد؟ ایران در یمن چی کرد؟ در یادداشتی که به قلم ناصر سعید در وبسایت المرصاد منتشر شده آمده است، مسئله فلسطین در واقع مسئله همه ملت مسلمان است و باید مشترکاً در مورد آن تصمیم گیری شود. اما سیاست شکست خورده ایران در خاورمیانه این منطقه را به یک تهدید جدی مواجه کرده است. این رسانه طالبان افزوده که ایران به اقلیت‌های شیعه بر آنجا کمک می‌کند تا قوی‌تر شوند و منطقه تحت نفوذ ایران قرار گیرد. این سیاست بر روابط ایران و کشورهای خلیج آسیب وارد کرده است. این رسانه گفته که
از دلایل مهم بی‌علاقگی کشورهای عربی به جنگ فلسطین است که حماس رابطه قوی با ایران دارد. المرصاد در ادامه گفته تعجب آور است نیروهای جمهوری اسلامی ایران که سنی ها را در سوریه و عراق میکشد، خانه هایشان را خراب میکند، مساجدشان را منهدم میسازد، چطور از فلسطین دفاع میکنند؟ این رسانه میگوید اظهارات قومی نشان میدهد که افغانستان جولانگاه مبارزان است که بسیار از آنها غیر مسئول هستند. این وبسایت افزوده که اگر ایران سیاست شکست خورده و مغرضانه خود را در منطقه تغییر دهد، ممکن است امنیت نسبی در آنجا برقرار شود و گام های برای ایجاد فلسطین مستقل برداشته شود. انتخابات سرتاسری در پاکستان، نتایج رسمی، 47 کرسی، حکایت از پیشتازی مسلم لیگ دارد. سرنوشت دست کم 47 کرسی پارلمان پاکستان در پی نشر نتایج ابتدایی انتخابات سرتاسری در این کشور پس از تأخیر چند ساعته از زمان آغاز رأی‌گیری مشخص شده است. با گزارش ریتاس، کمیسیون انتخابات پاکستان بامداد روز جمعه گفته که از میان 47 کرسی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف تا کنون 17 کرسی و حزب تحریک انصاف و حامیان عمران خان نیز 14 کرسی را به دست آوردند. از سوی دیگر حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو زرداری پسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق این کشور توانسته است 12 کرسی را از آن خود کند. با این وصف رقابت بر سر کسب بیشترین سهم از 265 کرسی پارلمان پاکستان میان احزاب مختلف ادامه دارد و نتایج نهایی انتخابات تا اکنون به نشر نرسیده است. گزارش رسانه‌های محلی از نتایج این انتخابات می‌رساند که احزاب تحریک انصاف و مسلم لیگ دو رقیب اصلی و مدعی رهبری این کشور در روزهای آینده هستند. در عین حال نمی‌شود دستاوردهای حزب مردم و جمعیت علمای پاکستان در برخی از ایالت‌ها به ویژه خیبر پختونخوا را نادیده گرفت. در عین حال کمیسیون انتخابات پاکستان دلیل تأخیر در نشر نتیجه انتخابات سرتاسری را مشکل در اینترنت خوانده است. این در حالی است که نیروهای امنیتی پاکستان برای تامین امنیت انتخابات این کشور شبکه‌های مخابرات و اینترنت را قطع کردند. با آن هم ارتش پاکستان گفته که دست کم 12 تن در 51 حمله از دیروز به این سو کشته شدند و در میان چندین شبه نظامی شامل هستند. پوتین ممکن است خبرنگار زندانی وال استریت ژورنال با یک زندانی روس تبادله شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با خبرنگار آمریکایی از احتمال آزادی ایوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت ژورنال که به اتهام جاسوسی زندانی شده خبر داده است. با گزارش رویترز پوتین این اظهارات را در گفتگو با خبرنگار آمریکایی مطرح کرده که روز پنجشنبه نشر شد. پوتین گفته که سرویس‌های اطلاعاتی روسیه و آمریکا در حال مذاکره روی این موضوع هستند و به پیشرفت‌های دست یافتند. در این حال رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده است که مسکو از آلمان می‌خواهد تا وادیم کراسیکوف شهروند روس متهم به قتل یک شهروند مخالف چچنی در سال 2019 را در ازای این خبرنگار وال استریت آزاد سازد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئویمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.